تو نماز هر موبایل از سنی که روشن میشد صدا قرآن بلند. خدا میداند آقا یه وقت دیدیم تو نماز جماعت، حالا 1,000,000 500,000 تان 2,000,000 عمره بود، پر مسجد النبی، صدا نفس نمی اومد. چند متری قبر پیغمبر یه وقت یه صدا موبایلی بلند شد، خوشکلا باید برخص. این صدا تا قبر پیغمبر رفت. شما حالا میخندید بخندید، ولی به جان پیغمبر من خیلی خجالت کشیدم. نماز که تموم شد، سنی هایی که ایرانی بودن به همدیگه با تمسخر میگفتن مریدای علی را ببینید، ما مرید عمریم، این صدای موبایلمون، اینم مرید علیه، این صدای موبایلش. بیچاره گندکاری های من و تو رو چماق میکنن تو سر علی. علی که خطبه بی الف داره، علی که خطبه بی نقطه داره، علی که از طرق آسمان نسبت به طرق زمین آگاه تره، علی که میگه سلونی قبل ان تفقدونی، علی که واضح علم عربه، علی که هرچه عرب داره از علی داره، علی که وصی پیغمبره و هزاران معجزه و کرامت از علی دیدن. به خدا به ریش علی خندیدن کنار قبر پیغمبر. حالا تو بخند، تو بخند، همه یه تیکشم دوباره بلوتوث کن، پخش کن تو دنیا، بده اینترنت. خیانتی که شیعه به شیعه کرده است و خیانتی که شیعه ها به تشیع کردن، سنی ها نکردن. پشت تریبون هم که نمیگن، تو تلویزیون هم که این حرفا جاش نیست، تو سریالا که چون حرفای اینی نی، حرفای دینی نی، تلویزیون فقط گذاشتن برای که سریال درست کنن دنبال ناموس مردم، عشق و عشق‌بازی و دختربازی یاد مردم بدن. سریال های تلویزیونی ما که کاری با دین نداره. خاک تو سر من ایرانی بکنم که ترکیهی که ادعای لایکی می کند بیا ببین سریال درست کرده است، کلیدهای اسرار، هر برنامه ای نتیجش ارتباط با خداست. لایکی ترکیه کار فرهنگی می کند، ما هم کار فرهنگی می کنیم، عشق به اضافه دو، همش سر یک زن دعواست. آبرو رو بردیم زیر بارم نمیریم و نمیرن و قبول نمی کنن که آبرو بردن. ژاپنیا باید بیان سریال درست کنن جواهری در غرب که در هر برنامه ای صدها درس اخلاقی و زندگی بدن، ما هم سریال درست میکنیم. شیعه هم عمامه سرش میگذاره، دانشجو شروع میکنه با لباس پیغمبر رقاصی کردن، این شیعه، اونم سنی، این با لباس پیغمبر بزرگترین جسارات رو میکنه. اینا همش آثار لقمه حرومه که نه دیگه حرمت عمامه سرمون میشه، نه حرمت سید یا شیخی میفهمیم، نه حرمت منبر سرمون میشه. با سبک زیارت عاشورا مزخرف‌ترین حرفا رو میخونن، با سبک روزه سید الشهدا روزه بلالی میخونن. تو بیا کمک علی کن، تو اگر آب نمیاری کوزه هم نشکن، تو دیگه آب تو آسیاب دشمن نریز. شوخی شوخی با لباس پیغمبرم شوخی؟ بابا یه مرزی بگذارید تو شوخیاتو، بابا یه حد و حسابی قائل بشید. الان برو بلوتوث رو نگاه کن، بدترین الفاظ و رکیبترین فحاشی ها اینا شده محل تفریح جوانان ما، که گاهی تو روزه ها هم که نشستن اسمس میکنن، تو روزه هم بلوتوث بازی. علی غریبه، علی تنهاست، علی مظلومه. چی از جون علی میخوان؟ شیعه برید بهایی بشید تو رو به خدا، برید سنی بشید تو رو به امام حسین. چی میخوان از جون حسین؟ برید گرون فروشه که میکنی، هر کاری که دلت بخواد میکنی، موتینه هم که میاری، اون عقلت، اون عروسیت، اون پاگرفتنت، اون کسبت، اون کارت، اون ریختت، اون قیافت، اون درس خوندنت، بریم کنار که حداقل آبروی علی رو نبریم. چرا تو عروسی عرق بخش میکنی؟ خدا مرگ به من بده.
از کجا بگم؟ از کجا بگم؟ از چی بگم؟ چقدر بگم؟ خندوندم و گفتم، داد زدم و گفتم، آرام حرف امام زمان رو گفتم، التماس دور گردم و گفتم، دیگه چه جوری بگم؟ چی از جون امام زمان میخوای ما؟ چی از حجت ابن الحسن میخوای؟ ما که از غم کشتی بهش دیگه. آقا خدمت امام زمان رسیده تو جمع کران، یکی از علمای قوم میگفت پوست و استخون شده پسر فاطمه، زیر چشماش کبود شده پسر فاطمه. آقا چرا یه جوری شدی؟ میگه از دست شیعه هم دارم میسوزم و میسازم. اگه خانم میای مهدیه، اگه جوان عزیز امام زمانی، حجابت رو، نگاهت رو، قیافت رو، موبایلت رو، کامپیوترت رو، ماشینت رو، خونت رو، اتاقت رو، زندگی تو امام زمانی کن. در هر ماشین رو باز میکنی میبینی یه عروسک سگ یا یه عروسک گربه زیر آینه هاتونه. به کجا دارید کشیده میشید؟ قدیم وقتی مردم ماشین میخریدن یه ونیکادی، یه عباسالهی، یه چارگلی، نه موبایلامون بوی امام زمان میده. چی کار دارید میکنید؟ این همه گناه کردیم به کجا رسیدیم؟ روسیا دختر خاله با پسر خاله میرخصه؟ محرم و نامحرم قاطیه؟ دختر شیعه رو سلوخ عروس کرده، ازک کرده، آرایش کرده، با بدن برهنه جلو این همه نامحرم وقت بهش میگیم تو کی هستی؟ میگه من شیعه امام زمانم. امام زمان اینجوری میگه دختر شوهر بده؟ آم میگه دست از این دم دمیم ازاشتون وردارید، به خدا برید روی این آیه 8 سوره زمر جوونا کار کنید امشب، برید روش فکر کنید. خدا نمیگه پیغمبر به اینا بگو بیان با من رفیق بشن، قول تمتع به کفر که قلیلا، میگه بهشون بگو بابا اگه با شیطون میرید با شیطون بمونید. من شما رو نمیخواستم ناراحت کنم، گاهی آدم به اینجاش میرسه به خدا، یه چیزایی تو دل من نمیتونم بگم. بعد به من میگه ای کاش من کربلا بودم حسین رو یاری میکردم. برای حجت ابن الحسن چیکار کردید که اگه زمان حسین بودید برای حسین میکردید؟ قرآن میگه فاذا مثل انسان ضرون دعانا، وقتی به گرفتاری میرسید خدا خدا میکنید. وقتی ما منت سرتون میگذاریم گرتون رو میکنیم، بهت میگن چی شد حل شد، میگی خودم حلش کردم، نمیگی خدا.